یکی از ابزارهای اقتدار ملی قدرت دفاعی کشور است. اینو میخوان از جمهوری اسلامی بگیرن. اون چه که عنصر اقتدار ملی است از نظر دشمنان ما، یک عامل مزاحم باش مبارزه میکنند. امروز دعوای استکبار با ما اینه که شما چرا قدرتتون منطقه رو فرا گرفت. ببینید درباره مسائل موشکی چه جنجالی راه میاندازن در دنیا، که چند سال پیش از این میگفتن که اینا فتوشاپه. وقتی که عکساش منتشر میشد میگفتن این فتوشاپ. حالا میگن که پهپادهای ایرانی خیلی خطرناکه، چرا به فلانکس میفروشید به فلانکس میدید؟ беспилотники иранского производства это вполне современные образцы, и могу заметить, что в мире таких беспилотников есть очень производят очень немногие страны. بله ما موشک داریم، موشک دقیق داریم، موشک ما هدف را از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این رو با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله. اگر چنانچه یک ملتی توانست کسی رو که از راه دور به اون موشک پرتاب میکنه پاسخ مناسب بهش بده، خب این یک اقتداره. این اقتدار امروز جمهوری اسلامی داره و اینا میخوان نداشته باشه. با توسعه اقتدار جمهوری اسلامی در میان ملت‌ها در منطقه و فراتر از منطقه مخالفت میکنند، چون عامل اقتدار، چون عمق راهبردی کشور است. ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم، اما ما ملتی هستیم که هر گونه تجاوز را بلکه هر گونه تهدید را با استواری با قدرت کامل پاسخ خواهیم داد. ما در مقابل تهدید میکنیم. پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون اونها رو از هم خواهد پاشید و متلاشی خواهد کرد. سلیمانی بود великим героем. Он был стратегом. Конечно, его уход, его отсутствие – это большой удар для всех. Если они убьют наших героев, мы только усилимся, потому что герои будут помогать нам и с небес, где они пребывают. И эта помощь не метафора, эта помощь не нечто случайное. Поэтому нас убить нельзя, может. А если с нами Бог, то кто против нас? گفتم دوران بزن و در رو تمام شد.